Assalamu alaikum, бинадагони, азизу арчиманди, телевизионный сеймой шахри панджакент. Батабаджихишмо барномай телоти пайхом. Инак дар барномай мо тамашокнет. Тамашобинони гироми таваджих намоед ба карори рейси шахри панджакент. قراری رئیس شهری پنجکنت در باره تشکیل و گزارویدن دور شهری ازمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من. مطابق ماده های 19 و 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان در باره مقامات محلی حاکمیت دولتی جهت تأمین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 فوریه سال 2023 تحت رقم 329 و قرار رئیس ولایت سوخت از 4 اپریل سال 2023 تحت رقم 113 در باره تشکیل و گزارویدن دور ولایتی ازمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من با مقصد دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت موسیقی و سرایندگی، تصویری و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی شناسی، تقویت بخشیدن به هنری بلند اجرا کنندگی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احترام و ارج‌گذاری به سنت‌های نیک اجدادی، سطح کسبیت اثرهای نوی موسیقی، آفرندگی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود، کلکسیون و اثرهای رسامی که انعکاس کننده ای فرهنگ گذشته و امروزه ملت تاجیک را تجسم می نمایند قرار می کنم. دور اولی ازمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در شهر پنجکنت ماه ایونی سال 2023 تشکیل و گزارانیده شود. نظام نامه ازمون شهری تاجیکستان وطنی عزیزی من، هیئت کمیسیه ازمون، هیئت حکمان و خرج نامه مکافات های دور شهری ازمون تصدیق کرده شوند. بخش فرهنگ، شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر، شعبه معارف، جمعیت دارایی مسئولیتش محدود صدا و سیما، بخش کار با جوانان و ورزش، شعبه کار با زنان و اویله، رئیسان جماعت های دهات، اینچنین راهبران مؤسسه های فرهنگی شهر و دهات برای در سطح بلند دایر نمودن دور شهری ازمون تدبیرها اندیشند. بخشی فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر وظیفه دار کرده شود که اوید با جنبستی ازمون معلومات نامه و رویخط غالبان دور شهری ازمون را برای اشتراک در دور ولایتی پیشنهاد نمایند. رئیست مالیات در شهر پنجکنت مبلغ گذاری خراجات وابسته به تشکیل و برگزاری ازمون را طبق خرج نامه به مبلغ عمومی 20720 سومانی از حساب فوند ذخیروی رئیس شهر پنجکنت برای سال 2023 جدا نماید. نظارت اجرای قرار مذکور به ذمه معاون رئیس شهر سرپرست این ساحه گذاشته شود. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده. در شهر پنجکنت روزی خوشن های سرحدی جمهوری تاجیکستان و مراسم سوگند یاد کنی نوسکران در قسم نظامی خوشن های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با اشتراک رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید. در دایره یک چورابینی در قسم حربی 0203 خوشن های سرحدی روزد کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت واقع در شهر پنجکنت نیست مراسم سوگند یاد کنی سربازان خشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی برگزار گردید. خشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی دوره های مشکلی تکمیلی و ساختاری را پس سر نموده امسال 29 ساله شد. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری و توجه بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جنرال ارتش محترم امومعلی رحمان زمینه مادی و تکنیکی خشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مکمل شده. روز تا روز فعالیت خدمتی و شرایط معیشی افسران و پراپورشیکا و سربازان که شبانه روزی خط مرز دولتی را حمایه می نمایند خوبتر و بهتر می گردد. با نظرداشت فراهم نمودن شرایط مساعد خدمتی و معیشی مرزبانان نیرو و توانی تازه گرفته در حفظ مرز و بوم وطن و تأمین امنیت آسایشگی جامعه در خط مرز دولتی با هوشیاری و زیرکی ادای خدمت می نمایند. والدان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکنت با افتخار بلند این سربازان را به مناسبت رسما آغاز نمودن دوره خدمت حربی
صمیمانه تبریک نمودند. والدان نه تنها از دیدار پسران جسور خود افتخار و شادمانی داشتند، اینچنین از آبادی وطن و وحدت و همدلی سربازان که از گوشه های گوناگون مملکت به خدمت مادر وطن آمده قرض فرزندی خود را سربلندانه ادا می نمایند اظهار قناعتمندی می کردند. جوانان که آینده ملت هستند در زیر سیاستی خردمندانه سرفرمانده عالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امام علی رحمان همه فعالانه برای خدمت مادر وطن، برای حمایت مرز و بوم تاجیکستان عزیز کمری همت بر سر ایستادند. خدمت به وطن، تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه هر یک شهروند بوده، خدمت در صف قوه های مسلح برای جوانان مکتب مردانگی است. جوانان محض در دوره خدمت حربی امکان دارند که ماهیت و مفهوم های وطن، دولت و مقدسات ملی خود را به خوبی درک نموده طبق دلیری و شجاعت و صداقت آموزند. همچنین برآمد کنندگان اظهار داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان بهره مستحکم نمودن قابلیت مدافعی مملکت، بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی، بهتر گردانیدن شرایط مادی تکنیکی و خوبتر نمودن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته غمخواری ظاهر می نماید. از جوانان و همسالان خود دعوت به عمل می آورم که به صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده و خلق و وطن خیش مردانه‌وار خدمت نمایم. مردم تاجیکستان صاحب اختیار در سیمای خدمتچیان حربی قوه های مسلح مملکت فرزندان با ننگ و ناموس و دلیر شجاع خود را می بینند که به سوگند حربی به خلق و وطن و پیشوای خود همیشه صادق و وفادار هستند. به وطن و پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنند. افتخار از آن میکنم که امروز برای حمایت مرز و بوم وطن مسئول هستم. زیر سیاست موفق اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، سال به سال شرایط خدمت در کشور بهتر و خوبتر شده ایستاده است. ما کوشش می نماییم که نوازکارانی که امروز سوگند حربی رو یاد کردن، خدمت رو هوشیار و زیرک ادامه دهند. هر یک وجب خاک وطن عزیزمون تاجیکستان صاحب استقلال رو چون گوهرک چشم نگاه دارن و از این باوری کلون داریم. ما سرادمونان وعده می دهیم که وظیفه بردوش داشتنمون رو به چون و چرا اجرا نماییم. پس از سوگند یادکنی سربازان مشق های حربی را پیشکشی حاضرین گردانیدند و با عمل نرید سرحدی هنگام دستگیر نمودن ویران کننده سرحدی دولتی بار دیگر اثبات نمودند که همیشه آماده هستند هر وجب خاک مقدس کشور را از خطر امین نگاه دارند. افسران و سربازان خشون های سرحدی با حس بلند ملی و متانت و مردانگی من بعد نیست استقلال و آزادی وطن محبوب، امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم را چون سپری با اعتماد حمایت میکنند. در تالار خردی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند روز قبول شهروندان تحت رهبری معاون یکم رئیس شهری پنجکند محمد صادر سفرزاده برگزار کردید. متوجه باشید با گزارش خبرنگاران ما. جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت بررسی مراجعات‌های سریوقتی ساکنان و در عمل تطبیق نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعات شهروندان در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکند هر هفته روز شنبه قبول شهروندان برگزار می‌گردد. سنه 27 می سال روان قبول نوبتی شهروندان تحت رهبری معاون اول رئیس شهر محمد صادر سفرزاده دایر گردید. در رفت قبول شهروندان از جانب ساکنان شهر و دهات پنجکند با مسئله های مختلف از جمله جدا کردن قطعه زمین نزدی حولگی، نارسای آبی پالیزی و نوشاکی، رسانیدن کمک مادی و مالیوی، مساعدت برای گرفتن تبابت، تعمیر راه ها و امثال اینها پذیرفته شدند. باید قید نماییم که ضمن قبول شهروندان همه مراجعت کنندگان مینداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت،
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خلق‌زاده جهت دستگیری های پیوسته بیان نمودند. معاون اولی رئیس شهر محمد صادر سفرزاده پس از شنیدن مراجعات ساکنان به مسئولین ساختارهای شهری برای بررسی و حل مسئله های مطرح شده سپارش های مشخص داد. گزارش دلفرز حفیظ و خیام جرایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. ادامه برنامه در تالاری کاخی فرهنگ شهری پنجکنت برنامه کنسرتی حساباتی خوانندگان و آموزگاران مکتب صنعتی بچگان شهری پنجکنت دایر کردید. قبل از آغاز چهارمبینی تماشابینان از دسترنج خوانندگان که در درآمدگاه کاخ فرهنگ به معرض تماشا گذاشته بودند دیدن نمودند. دیرکتور مکتب صنعتی بچگان شهر شفقت صمدوف چهارمبینی را افتتاح نمود. در تمام چهارمبینی که در سطح شهری ولایت جمهوری می شود سهم خوانندگان و آموزگاران مکتب صنعت نظر رس است. در آینده برای تربیت نسل نورس آموزگاران مکتب صنعت کوشش می نمایند که دانش و ملکه خود را بهره بلند برداشتن فرهنگ نازکوی صنعت خدمت کنند. نماینده والدان ختم‌کرده سابق مکتب صنعت بچگانه شهر پنجکنت که در خارج کشور زندگی میکند با چهارمبینی اشتراک کرده چنین گفت: خوانندگان و معلم‌ها و مهمان‌های عزیز، امروز ما تبریک می‌گوییم برای سال 2022 و 2023 جمع بحث کرده. ما مینتوار هستیم، ما تبریک می‌گوییم. ما بسیار خرسند شدیم که همین مکتب صنعت داریم. این یک عزت برای شهر پنجکنت. آینده یک هنرمند شود، باز خواند و این یک عزت برای مادر و پدر و همه ما مینتوار هستیم. رحمت. ختم کرده مکتب صنعت بچگانه میگونه امان با آموزگاران مینداری بیان نمود. من پیش از همه مینداری خیش را با آموزگاران، با استادان مکتب صنعت میرسانم که بهر ما خوانندگان تمامی هستی خود را میبخشند. آن چیزی که خود میدانند، هنری که خود دارند با ما میآموزانند. مینداری خیش را با آموزگار خود که در صنف دوزندگی تحصیل نمودم نظیر و فیروزه، با استاد گرامی صمدوف که در همه چهارمبینی ها ما را دستگیری می نمایند مینتدارم از آنها. سپس در فضای تنتنوی به 35 نفر ختم کنندگان شهادتنامه ختم سپاریده شد. از طرف کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت چند نفر آموزگاران را با سپاسنامه قدردانی کردند. سپس برنامه کنسرتی پیشکش مهمانان شد. گزارش دلشاد حلیمو، خیام جرایف و اسماعیل جان خالف. بینندگانی گرامی حالا باشد به دو اعلان متوجه باشید. مراجعت نامه مرکزی نظارتی دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهری پنجکنت با کل شهروندان شهر و دهاتی پنجکنت. با فرا رسیدن فصل گرما و زیاد شدن طلبات ارگانیسم با نوشکی های تشنشیکن، یخموز و دیگر محصولات های غذایی گوناگون افزون می کردد. متاسفانه در بعضی نقطه های خدمت رسانی، مغازه ها و دیگر جای های غیر مقرری زیر آفتاب محصولات های بی صفت، بی معلومات نامه یعنی تمغه کاغذ، بی نشان دادی مهلت استعمالی به فروش گذاشته می شود که باعث سر زدن بیماری های سرایتی و زهرولد شوی اهالی گردیده می تواند. از همه شهروندان شهر و دهاتی پنجکنت احترامانه خواهش می نماییم که محصولات های غذایی علل خصوص نوشاکی های تشنشیکن، محصولات های قنادی کرمدار، محصولات های شیری، یخموز، حسیب های گوناگون، کنسرو های خودساخت خانگی و دیگر محصولات هایی که به سرتیفیکاتی صفت، تمغه کاغذ و مهلت استعمالیشان گذشته در فروشگاه ها، کوچه و دیگر جای های غیر مقرری به فروش گذاشتند، خریداری و استعمال ننمایند.
غیر از این برای پست کردنی خوف گریفتاری با بیماری های توسطی آبی آشامیدنی انتقال یابنده باید. کودکان را به نظارت نگذارید. با کودکان فقط آبی جوشانیده شده دهید. آبی در شرایط خانه باید به ضرر گردانیده شود، یعنی جوشانیده شود. هر یک آیله آبی نوشاکی را در خانه درست نگاه دارد، یعنی بالای ظرف های آب نگاهداری پوشیده باشند. هر یک آیله منبع آب تأمین کنی را از افلاسی ها تازه نگاه دارد. سلامتی شما در دست خودی شماست. مراجعت نامه شعبه ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی ولایت سوخت در شهر پنجکنت اوید با آغاز موسم آب‌بازی. با آگاهی ساکنان شهر و دهاتی پنجکنت رسانیده می شود که با بلند گردیدن گرمشوی هوا موسم آب‌بازی در دریاها، کلها، آبانپورها و آبوتابگاه های شهر و دهات آغاز می کردد. تحلیل ها نشان داد که در این موسم بعضی از شهروندان و مهمانان با یک عملی خطا خود را از زندگی محروم و نزدیکان و پیوندانشان را به مصیبت گرفتار می نمایند. شهروندان و مهمانان شهر و دهاتی پنجکنت با احترام و صمیمیت به هر یک نفر شما مراجعت نموده خواهش می نماییم که در مناسبت با آب جدی باشید. در جای های با آب بازی مشغول شوید که به خطر شما تأمین باشد. خودسرانه در جای های من شده و برای آب بازی خوفناک با آب ندارید. پیش از آن که با مقصد آب بازی به ساحل می روید اندیشه کنید که تا چه اندازه شما شناور هستید. بعضی ها از روی هوا و هوس اساساً جوانان و نورسان جایهای را انتخاب میکنند که جریان آب تیز است و عاقبت خود را تعمه دریا میسازد. بنابر این پدران و مادران راهبران مؤسسه های تعلیمی را ضرور است که کودکان و جوانان را به نظارت نگذارند. آب بازی به سلامتی انسان فایدناک میباشد و اگر جای آب بازی را وابسته به درجه شناوری خود انتخاب نماییم پس ما به خطری خود را تامین کرده می توانیم. در دریا آب بازی کردن نتوانستن و با آب در آمدن این معنای با حیات بازی کردن را دارد. همزمان از رانندگان واسطه های شناکنی خواهش می نماییم که هنگام حرکت در آب از واسطه های به خطر تأمین بوده حدودی آبی را نقض دانند. قاعده های تکنیکی واسطه های شناکنی را رعایت نموده از معیار زیاد آدم نشنانند، چون که یک خطاگی با فلاکت انجام یافته می تواند. اینچنین راهبرانی شرکت های سیاحی، راهبرانی آبوتابگاه ها، فراغتگاه ها و دیگران که در حدودشان موضع های آب بازی موجود است خواهش کرده می شود که جدی مناسبت نمایند. از این خاطر بیایید در مناسبت با آب احتیاط کاری را پیشه نماییم و با این راه حیات خود را در خطر نگذاریم. باوری داریم در یک جایگی با حس مسئولیت نوکی و معرفت بلند شهرداری موسم آب بازی را به تلفات جنبست می نماییم. از شما خواهش می نماییم که هنگامی شاهد شدنی حالت های غرق شوی با تلفن های 5-23-82-78-92-72-85-38-92-836-23-33-92-020-04-17 با نقطه نوبداری شعبه زنگ زنید. رقم های تلفن را تکرار میکنم 5-27-35-92-828-28-72-702-82-38-92-836-23-33-92-020-04-17. تماشابینان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر.